صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب وعلى جميع المستشهدين بين يديك فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات وقاس غيركم بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سون روز و شب چرا از غم کدام غم غم سلطان کربلا ارسل حسین بر حسین مرثیه بخوان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان ولعنت الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان السلام عليك يا بقية الله اشهد أنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت طرز السلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان بیننده امیدوارم هر جا هستین تحت ظل عنایات مقام بقية الله عجل الله تعالی فرجه الشریف اعلی حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله علیه اوقات ایام به کام همه شما بوده باشد با برنامه تکیه بین الحرمین در خدمت همه شما حسینیان عزیز هستیم از کربلا مجمع رسانه امام حسین علیه السلام خیابان قبله آقا ابی عبدالله روحی له الفدا همانطور که عزیزان می دانن مبحث محوری برنامه تکیه بین الحرمین مقتل آقا سید الشهدا روحی له الفدا هستش راجع به مقتل آقا و اتفاقاتی که روز عاشورا افتاده است در این سرزمین مقدس خدمت شما عرائزی را داشته ایم و عنوان مبحثی که این ایام و این هفته ها در خدمت شما هستیم شهادت طفل رضیع شیرخوار آقا سید الشهدا حضرت علی اصغر صلوات الله علیه باب الحوائج است بارها عرض کردیم خدمت شما عزیزان وقتی که راجع به این آقازاده عرض می کنیم عرائزی را و شما اصغاء جان می کنید مطالب را نیت کنید و ثوابش را هدیه کنید تعجیل در فرج مقام بقیت الله عجل الله تعالی فرج و شریف و حوائج خود را در نظر بگیرید با دعا برای فرج حضرتش حوائج همه ما و شما مغزی به خیر خواهد شد ان شاء الله فان فی ذلک فرجکم فرج برای شما صرف دعا برای فرج گشایش در همه امور ایجاد می کند موضوعیت دارد دعا کردن برای فرج خود به خود موضوعیت دارد خب مبحث ما رسید در جلسات گذشته به این فراز که حضرت سید الشهدا روحی له الفدا بر بدن حضرت علی اصغر رضیع الحسین شیرخوار کربلا نماز خواندن به نقل بعضی از ارباب مقاتل که در ترجمه‌ای که از کتاب شریف نفس المحموم شیخ عباس قمی علی الله درجاته کتاب در کربلا چه گذشت همین عبارت را نقل کرده است و راجع به آن مطالبی را عرض کردیم دقت اگر بفرمایید در عبارتی که فارسی شده است یعنی فارسیگری لفظ عربی و عبارات عربی این جمله را می‌بینید بر او نماز خواند و واضح است وقتی مراجعه به
لفظ عربی و جملات نقل عربی میکنیم که قبل از برنامه من باز تأکیداً مراجعه کردم و اقوال را دیدم صلا علیه دارد، بر او نماز خواند. خب بعضی گفتن که این نمازی که سید الشهدا روحی لها الفدا خواندن وقت دفن حضرت شیرخوار علی اصغر باب الحوائج صلوات الله علیه نماز شکری بوده است که حضرتش نماز شکر خواندن، و بعضی گفتن نمازی است که طلب صبر سید الشهدا در آن نماز داشتن از حق جل و علا. همان گونه که امیر عوالم امیر المؤمنین روحی له الفدا کنار مزار نورانیه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا صلوات الله علیها نمازی خواندند و آنجا نماز طلب صبر بود گفته اند این گونه، یا نماز شکر از حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین به کرات و مرات نقل شده است، نماز شکر، سجده شکر و سفارش حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین به شیعیان و محبین چنین بوده است که مادام زبان به شکر داشته باشید، گاهی زبان قال است، یعنی الفاظی که حکایت از شکر منعم می کند به زبان جاری کنید، گاهی زبان حال است، یعنی با حالاتی که دارید اعم از سجده اعم از نماز اینها ارائه تشکر و شکر است از حق جل و علا. پس گاهن به زبان حال انسان باید شکر کند نعم الهی را، که در قالب نماز شکر، در قالب سجده شکر، در اذکاری که در سجده گفته شده است و این گونه موارد، هم زبان قال و هم زبان حال، یعنی زبان هیئت شخص هیئتی باشد که این هیئت بیان شکر الهی می کند. امروز به آن می گویند زبان بدن. خب چه سید الشهدا روحی له الفدا بر بدن مطهر حضرت نازدانه علی اصغر صلوات الله علیه نماز خوانده باشند و آن عبارت نزدیک که به نقل است و متن است، و چه نماز صبر یا نماز شکر خوانده باشد، این سه مسئله قابل جمع است، یعنی نمی شود و مانعی ندارد اگر که هر سه مطلب را انسان در نظر بگیرد. آنچه که ما عرض کردیم با تکیه به نقلی که تأیید می کند نماز را بر بدن حضرت علی اصغر، یا همان نمازی باشد که معمول است خواندن آن برای میت و از واجبات کفائیه است و می دانید، آنجا مطالب را عرض کردیم که اگر کودک 6 ماه تمام شده باشد یا تعقل داشته باشد در صلات، یا عرض به خدمت همه شما عزیزان تمیز صلات بدهد، این اشاراتی که در روایات آمده است، یک روایت از حضرت صادق مصدق صلوات الله علیه خدمت شما خواندیم و یک روایت از حضرت موسی بن جعفر سلام الله و صلواته علیه، که اینها را با تکیه به این تأکید میکنم، با تکیه به این نقل آن مطالب را عرض کردیم خدمت همه شما عزیزان، و امید است که مفید فائده بوده باشد و فتح بابی کند در معارف آل الله صلوات الله علیه مجمعین و ارتقاء در معارف آل الله، که اگر مهمی در این عالم باشد، اگر مهمی در کائنات باشد، اگر غرضی از خلقت بشر باشد، همین معرفت الله هست، که معرفت الله هم به معرفت ولی زمان حاصل می شود، معرفت ائمه صلوات الله علیه مجمعین معرفت الله هست. قرائن بر این مطلب مفصلا بحث شده است، حتی در همین مصبه برنامه تکیه بین الحرمین حقیر که خدمت شما عزه بوده ام مفصلا در این باره صحبت ها شده است، و مطلب دیگر مطلبی است که قابل مناقشه نیست، مطلب ثابتی است. اگر کسی نمیپذیرد و مانع دارد برای پذیرشش، دیگر آنها کسانی هستند که باید فکر دیگری به حال خود کنند، و آیات باهرات کلام الله مجید راجع به این گونه اشخاص مطالب مفصل گفته است. گاهن افرادی هستند در همین جنس بشر که آیات باهرات را میبینند، معجزه نمایان را میبینند و زیر بار نمیروند. تاریخ پر بوده است از این افراد که مقابل انبیا ایستاده اند
و حتی عصای موسی را انکار می کردند و رودخانه نیل را گذراندند و جان سالم به در بردند و گوساله پرست شدند بسیاری از آنها. این مسئله مسئله است که ما، یعنی جنس بشر، با آن دست و پنجه نرم می کند و مایه مشقت علما و اهل فهم و درک و معرفت بوده است و خواهد بود تا انشاءالله مقام بقیت اللهی عجل الله تعالی فرجه الشریف بر همه ما عنایت کند. وقتی که حضرتش ظهور می کنند، دست عنایت به سر همه بکشند و معلوم شود که حق امیر عوالم، امیر المؤمنین، روحی له الفدا، و آنچه که تعلق به حضرت مولا دارد بوده است انشاءالله. پس اگر سید الشهدا صلوات الله علیه نماز را با آن کیفیتی که نقل است، تکرار می کنم، در فارسی بر او و در عربی صلا علیه با آن متنی که موجود است و متون متقدم است خوانده باشند و مطالبی که خدمت شما عرض کردیم و اعضایی که نشنیدن میتونن مراجعه کنن به برنامه های قبلی، چه این که حضرت سید الشهدا به نقل بعضی، به برداشت بعضی، نماز شکر یا صبر خوانده باشند. حال که مبحث نماز در کربلا مطرح شد، خوب از اشارهی داشته باشیم به یک ظریفهی که گاهن انسان از آن غافل می شود. بعد از میان برنامه. یا بلالحسن آقا، دل برا صلوات الله علیک یا مولا یا بقیت الله عجل الله تعالی فرجک الشریف. بله، دل جلا دادیم همه ما به این اشعار، به این سبک و سیاق که حقیقتا ماندگار است. خداوند علی اعلی بر همه ما منت بگذارد. طالبان را عرض میکنم، طالبان این صلح و صفا و صمیمیت را، طالبان شوق را، کسانی که در پی یار هستن، خداوند علی اعلی مدد کند تا آخرین نفس بمانیم در خانه آقا سید الشهدا روحی له الفدا. هر جا هستید آمینش را بگویید، عاقبت به خیر، امر بسیار مهمی است. خب عرض کردم حال که مبحث نماز و آن هم نماز در روز عاشورا به میان آمد، همان طور که قبل ترها اشاراتی داشته این باز هم اشارهی داشته باشیم. رب ما کسی تازه به جمع ما پیوسته است و بداند آنچرا که عرض می کنیم و مبنای ما را هم که می داند. امید ما چنین است، نیت ما چنین است، انشاءالله که هر چه عرض می کنیم مورد رضای مقام بقیت اللهی
عجل الله تعالی فرجه شریف باشد و در مسیر خدمت با آقا ابی عبدالله روحی له الفدا و نوکران آقا سید الشهدا و محبین آقا ابی عبدالله عرض میکنیم و هیچ غرضی در پس این نیست انشاءالله. خدا خلوص نیت و خلوص در رفتار و عمل به حقیر عنایت کند بتوانم در کلامی که عرض میکنم صادق باشم. خب نماز روز عاشورا شاید گلایه باشد، شاید هم چاره‌ای جز این نباشد، شاید هم آنها توجیهی برای این مطلب دارند. گاهن در انعکاس بعضی از مفاهیم، بعضی از مقاطع تاریخیه، گاهن در انعکاس بعضی از مطالب ناچار می شوند برای به تصویر کشیدن مطلبی از یک سری حرکات و المان‌ها به قوله امروزی، ولی گاهی هم حسب خبط و غلط و اشتباه چنین می شود. یک تصویری از یک واقعه منعکس می شود و نگاه بیننده ها چون هیچ منظره ای از آن در نظر ندارند این گونه باقی می ماند و حک می شود. پس از آن هر وقت هر کس بخواهد اصلاح کند، این اصلاح با مشقت است تا آنجا که شخص را مورد تکفیر نیز قرار می دهند. لذلک همینجا عرض می کنم کسانی که در انعکاس خاصه احوالات و زندگانی حضرات آل الله صلوات الله علیه اجمعین انعکاس می خواهند بدهند امور را، چه در قالب شعر باشد، چه در قالب رسم باشد، چه در قالب ساختن سریال و این دست موارد، بسیار بسیار باید دقت ویژه داشته باشند، چرا که حک می شود در اذهان مردمان و دیگر عوض کردن آن مشقت دارد. من جمله از امور همین است که خدمت شما عرض می کنم نماز سید الشهدا روزی روحی له الفدا در روز عاشورا با اصحابش مدد کند حضرتش. یا الله، نمازی که ابی عبدالله صلوات الله علیه در روز عاشورا خوانده اند، نمازی که با آن اشاره که نعم هادا اول وقتها، عجیب است این عبارت، آن درخواست از آن صحابی حضرتش صلوات الله علیه و جواب حضرتش که او میگوید میخواهم نماز آخر را به اقامت شما و در پی شما به جا بیاورم و حضرتش میفرمایند نعم هادا اول وقتها، که تمام اینها را در مکان خودش وقتی در مبحث مقتل بودیم عرض کردم خدمت همه شما، با آنچه که موجز است نزد حقیر در طبق اخلاص گذاشتیم برای شما عشاق، با آنچه که تصور میکنند بعضی و به تصویر کشیده شده است حتی در فضای مجازی دست به دست میشود فرق میکند. نماز خوف آداب خود را دارد، نمازی که در عرصه پیکار است آداب خود را دارد، نماز سید الشهدا در روز عاشورا نماز جنگ بوده است، نماز جنگ با همان قواعدی که شارع مقدس تعیین کرده است ادا می شود. ما تصویری که در ذهن داریم یک فضای بازی که یک عده‌ای نماز جماعتی برقرار کردند و رکوع و سجود و همان آداب بسیار مقدس نماز جماعتی که در حالت عادی خوانده می شود را به تصویر، ولی کربلا چنین نبوده است. نماز نماز خوف است. احکام نماز خوف را مراجعه کنید ببینید، احکام نماز ترس را ببینید، احکام نماز در میدان جنگ را ببینید تا بعضی از امور برای شما مشخص شود که زهیر سلام الله علیه مقابل حضرتش ایستاده است چگونه توانست سپر تیر شود، سعید آن یار دیگر سید الشهدا که مقابل حضرتش ایستاد سپر قرار داد، خود را چگونه سپر قرار داده است. تصور شما از آن واقعه بهتر می شود. لذلک عرض می کنم آدابی که در نماز خاصه در نماز جنگ است با آدابی که در نماز موقع راحتی و در مسجد است و کذا و کذا بسیار متفاوت است
و بهتر این است که در نقل ما، حتی در رسم، حتی در ساخت مقاطع تصویری دقت ویژه تری داشته باشیم تا اینکه بعدها دچار مشکلات نشویم. من جمله از مطالبی که در اذهان همه ماست به خاطر به تصویر کشیدن شرارت، ظلم، خباثت اهل سقیفه در واقعه احراق بیت وحی، بیت امیر عوالم، امیر المؤمنین و صدیقه طاهره صلوات الله علیها، آن دری که ساخته می شود با آن تقدس، با آن غم و حزن و اندوهی که دارد، که آثار را نشان می دهد و اعضایی که در مقام تشبیه قرار دارند، شبیه آوردن، تعزیه گردانی، خب لازمه آن است که دری باشد و قدری هیزم مقابل آن در می گذارند و آتشی نمادین روشن می کنند که خالی از خطر نیز باشد و آن تصویر را منتقل کنند به دیگران. و بسیار در ماندگاری این گونه مطالب اهل تعازی، اهل تشابیه مأجورند و حقیقتا گردن ما حق دارند. تمام. ولی آنچه که در واقع است و نقل تاریخ است، انقدر هیزم در خانه امیرالمؤمنین آوردن که در خانه از هیزم پوشیده شد، تمام در خانه را با هیزم پوشاندن، قرارشان بر این بود که خانه را آتش بزنند، که آنجا مساند تاریخی مشخص است، معلوم است، اهل خلاف خود نقل کرده اند. و خب الان کسی که میخواهد تجسم کند، تجسمات تصویریه یا چاره ای جز این ندارد که قدری هیزم مهیا کند، چون اگر بخواهد آنچه که منطبق بر تاریخ است نقل کند، خب یک منظره‌ای دارد، یک واجهی دارد که هیچ اثری از در از آن مشخص نمیشه، تمام آن هیزم است و گویای واقعه نیست. ببینید گاهی وقتها که الگوی چیزی، لوگوی چیزی، المان چیزی را میخواهند منعکس کنند، منتقل کنند، بمانند، نه این است که تمام مطلب را در آن گنجانده باشه. امروزه کلید واژه به آن میگویند، در بعضی از متون کلید واژه ها را انسان پیگیری کند، خمیر مایه بحث دست او می آید، بعد مفصل ماجرا را باید تحقیق و تدبر کند. غرض احوال آنچه که در کربلا اتفاق افتاد، نماز سید الشهدا روحی لها الفدا و آن مطالبی که در وقت نقل همین واقعه خدمت شما عرض کردیم و آن حقیقتی که معیت با امامش را اظهار می کند ابو ثمامه الصاعدی، آن صحابه‌ای که خدمت سید الشهدا عرض کرد الان وقت نماز است، ابو ثمامه یا صاعدی پر از اسرار است، نه اینکه بعضی گمان کنند که امام حسین برای نماز حرف چقدر. و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان، حقیقت نماز سید الشهدا روحی له الفداست، حقیقت نماز ابی عبدالله است. امیدوارم که مرضی رضای مقام بقیت الله عجل الله تعالی فرج الشریف باشد، آنچه که عرض کردیم و به دل شما و شاق نیز نشسته باشد. هر جا هستید هدیه محضر سلطان سریر ارتضا آقا ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحیه و ثنا، خاصه این ایامی که تعلق به حضرتش دارد، انشاءالله حضرت عنایت به همه ما داشته باشند، صلواتی خط کنید. یا علی مدد، خدا نگهدار. رزیت کربلا و صوت العقیله تجول مخاطری و دمعی حراير كربلا حزن الفواطم تدور بضاميري دور المآتم نوايب كربلا صرخت يتيمة ترن بموجتي
لحن الهضيمه.